حرکت بعدی شیبا به کدوم سمته؟ شیبا اینو از زمان ثبت اوج قیمتی خودش توی اکتبر سال 2021 در حال رکود بوده و بیش از 70% از ارزش خودش رو از دست داده. در واقع توی این مدت فروشندگان شیبا از دادن هر گونه آزادی عمل به گاوها خودداری کردن و تمام خریدها در 4 ماه گذشته به درون ساختار مثلث متقارن اون محدود بوده. به گزارش سایت AMB کریپتو در حال حاضر در حالی که قیمت شیبا در کانال نزولی حرکت میکنه به حمایت خط روند 3 ماهه خودش هم نزدیک شده. در صورت برگشت از این خط روند حمایتی قیمت شیبا میتونه به سمت محدوده مستطیلی شکل حرکت کنه. همراهان صفحه 333 سلام، با یه ویدیوی دیگه همراه شماییم. ازتون میخوایم قبل از شروع به چنل یوتیوبمون سابسکرایب کنید و با لمس زنگوله از آپلود ویدیوهای جدید ما با خبر بشین. تو این ویدیو میخوایم در مورد اینکه حرکت بعدی شیبا به کدوم سمت صحبت کنیم. پس این ویدیو رو از دست ندین و تا پایان با ما همراه باشین. در اوایل سال 2021 تعداد زیادی از توکن‌ها با نماد سگ با الهام از دوج کوین ایجاد و راه اندازی شدند. این توکن‌ها بدون هیچ پشتوانه و پروژه یا برنامه توسعه‌ای تونستن پامپ‌های قابل توجهی رو تجربه کنند. و سرمایه‌گذاران بسیاری از طریق اونا به سودهای قابل توجه دست یافتند. با این وجود خیلی از تحلیلگران این دسته از توکن‌ها رو که پشتوانه فنی چشمگیری ندارن نوعی شوخی در بازار ارزهای دیجیتال میدونن. توکن شیبا رو میشه اولین ارزی نامید که در صرافی غیر متمرکز شیبا سواپ لیست شد. نماد این ارز شیب هست و مبتنی بر استاندارد ERC-20. ارز دیجیتال شیبا اینو با اینکه در ابتدا بسیار مشابه دوج کوین بود اما با شعار قاتل دوج کوین وارد بازار شد و سایت رسمی این ارز خودش رو با این اسم معرفی کرد. شیبا اینو روی بلاکچین اتریوم و به عنوان یک توکن ERC-20 راه اندازی شد. نکته جالب درباره این رمز ارز اینه که سازنده اون مشابه سازنده بیت کوین برای خودش یک نام مستعار در نظر گرفته و هویت اصلی اون هنوز فاش نشده. در آگوست 2020 فردی ناشناس به نام ریوشی شیبا اینو رو ایجاد و معرفی کرد. اوج قیمت و جلب توجه شیبا در سال 2021 بود که با لیست شدن در صرافی بایننس و توجه بعضی از سرمایه‌گذاران مشهور حجم معاملات شیبا افزایش قابل توجهی یافت. اکوسیستم شیبا اینو دارای 3 توکنه که شیب یکی از اونهاست. ارزهای بون و لیش 2 توکن دیگه از این پروژه هستند. در ابتدا توکن لیش قرار بود با استفاده از مکانیزم ارزهای الاستیک ارزشش همواره برابر با قیمت یک دوج کوین باقی بمونه. اما بعد از این سازوکار این موضوع برای اون تغییر پیدا کرد. بعد از این مسئله تعداد کل توکن‌های لیش به 100,000 توکن محدود شد. این ارز دیجیتال به افرادی که تأمین نقدینگی رمز ارز شیب در صرافی‌های غیر متمرکز را انجام میدن به صورت پاداش توزیع خواهد شد. توکن بون یک توکن حاکمیتی در اکوسیستم شیبا اینوه که هولدرهای اون حق رأی در مدیریت این اکوسیستم رو دارن. در حال حاضر کاهش میانگین متحرک نمایی 20 روزه به زیر EMA 50 روزه و 200 روزه نشون میده که فروشندگان در حال قدرت نمایی در بازار هستند. در حال حاضر معاملگران یا سرمایه گذاران برای ورود به موقعیت‌های معاملاتی باید منتظر صعود قیمت شیبا به بالاتر از کانال نزولی فعلی باشند. در همین حال شاخص قدرت نسبی یک حمایت قابل اعتماد در محدوده 38 تا 40 پیدا کرده. بنابراین بهبود احتمالی از این سطح میتونه از رالی گاوها در کوتاه مدت به سمت محدوده مستطیلی پشتیبانی کنه. علاوه بر این شاخص جریان پول چایکین که زیر خط 0 قرار داره به پایین ترین سطح خود در 3 روز گذشته رسیده و یک واگرایی صعودی با قیمت رو نشون میده. در همین حال وضعیت شاخص حجم تعادلی هم واگرایی صعودی با قیمت رو تایید می کنه.
در حالت کلی میشه نتیجه گرفت که شاخص‌های تکنیکال به افزایش احتمالی قیمت شیبا به محدوده 0.4 تا 0.23 دلار تا 0.4 تا 0.25 دلار اشاره می‌کنند. در مقابل اگر فروشندگان بتونن به برتری خود در بازار ادامه بدن، شیبا باید برای افت بیشتر در بازه زمانی طولانی‌تر آماده بشه. در نهایت این نکته رو هم باید در نظر گرفت که همبستگی 30 روزه شیبا با بیت کوین برابر با 66% از این رو سرمایه گذاران شیبا باید حرکات قیمتی بیت کوین رو هم زیر نظر داشته باشن. به پایان یه ویدئوی دیگه رسیدیم. به نظر شما حرکت بعدی شیبا به چه سمتیه؟ آیا شما هم از طرفداران سرمایه گذاری در توکن هایی مثل شیبا هستین؟ ممنون میشم نظراتتون رو در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بذارین. تا یه ویدئوی دیگه، خدا نگهدار.